دو بازی قبل و خدا رو شکر بردیم و امروز رسیدیم به فینال و امیدوارم که حالا با همت بچه ها بتونیم این بازی رو ببریم. منم به عنوان سرمربی در خدمت بچه ها هستم و حالا بیشتر ولی فوتبال حالا فوتسال هم کمتر کار کردیم ولی اون هر چیزی که در توانم باشه در اختیار بچه ها قرار میدم. اولین تجربه سرمربیگریتون رو دیگه والا خدمت رو عرض کنم واقعیتا اگه بخواییم نگی عالی بود تقریبا. آره خب من میگم من امسالم پیشنهاد داشتم هم تو لیگ یک هم لیگ برتر بتونم کار بکنم ولی یه سری اتفاقات حالا افتاد، خودتون بهتر میدونین، ولی تقریبا میشه گفت این اولیه. ببینیم، من مدرک بی آسیا رو گرفتم چند وقت پیش، ایشالا دو سه ماه دیگه ای آسیا رو هم میگیرم. آره دیگه آقای شکوری هم هستن. ولی در کنار گرفتن مدرک مربیگری من دانشگاه هم دارم درس میخونم، دو ترم دیگه ایشالا میتونم لیسانس مربیگری فوتبالمو میتونم بگیرم چون یه رشته اومده تربیت بدنی. من الان دو سال و نیمه دارم میخونم مربیگری فوتبال رشته تربیت بدنی. خدای برانکو هم چند وقت پیش باهاش صحبت میکردم، بهش گفتم دانشگاه هم میرم، گفت کار خیلی خوبی میکنه چون خودشون ایشون خب بله تحصیل کرده اروپا هستن و خیلی هم راغب بود و تشویق هم کرد. اتفاقا بازی فردا رو چطور پیش بینی میکنید؟ پرسپولیس و استقلال تاجیکستان از مرحله گروهی رقابت لیگ قهرمانان. خدمتتون عرض کنم که خب شرایطمون خدا رو شکر خوبه، هم تو لیگ هم حالا یه باخت بد دادیم هفته اول ولی بعدش جبران کردیم. ببین ما شخصیت خودمون رو تو آسیا تقریبا پیدا کردیم و حالا این چند سالی هم که کار کردیم تو آسیا خودمون رو نشون دادیم. من امیدوارم که بتونیم با حمایت هوادارامون و یه برد خوب کسب بکنیم که ایشالا به صعود امیدوار باشیم. ایشالا که بچه ها مثل بازی قبل میدونم موفق باشن. چند روز اخیر یه حواشی در رابطه با حالا هدایایی که بابت صعود به جام جهانی به ملی پوشا پرداخت شده، حواله ها بین اهالی ورزش به وجود اومده. ما امروز سراغ کشتیگیرام رفتیم. بله اینا هم دغدغه من بودن. صحبت کنید در این رابطه. ببینید به نظر من خب همه ملی پوشان همه ورزشکاران واقعا شب و روز شبانه روزی دارن تلاش میکنن و حالا همون هدایایی هم که به فوتبالیستا میدن میتونن به حالا قهرمانای آسیا، قهرمانای جهان تو تمام رشتهایی که هستن دارن فعالیت میکنن میتونن بدن و اصلا این هزینه ای برای دولت نداره. نه آنچنان نداره. ببینید میتونن حتی انگیزه هم بیشتر بکنن برای رشته‌های دیگه. حسین کنانی زیاد جدی نگیری. حالا بقول اصلا نباید بشه. دقیقاً نباید. حالا میگم یه اشتباهی کرد ولی میگم حسین رو زیاد جدی نگیرین. همچنان فکر کنم عقلش 18 سال است دیگه.